بینندگان عزیز، همراه با گرمترین سلام ها خوشحالم از اینکه بار دیگر به هم می رسیم در برنامه یاد جان باختگان راه سوسیالیسم. در این برنامه یاد انسان های وارسته ای را گرامی می داریم که در راه بنا نهادن جامعه نوین، در راه رهایی انسان ها از مصائب نظام سرمایه داری، در راه رشد و تعالی انسان ها در راه سوسیالیسم گام نهادند و سرافرازانه و با عشق به زندگی از مرگ نهراسیدند. در برنامه این هفته یاد جان باختگان راه سوسیالیسم، دفتر زندگی پربار عزیزان رشید مصری، شهلا بالاخانپور، یحیی لطفی، عبدالله محمدی و عباس تنکابنی قزوینی تبار را ورق می‌زنیم و یاد و خاطره همیشه زندهشان را گرامی می‌داریم. گرامی باد یاد رفیق جان باخته رشید مصری، عضو حزب کمونیست ایران. رفیق رشید مصری در سال 1337 در روستای تازاوای بخش قرتواره ناحیه دیواندره دیده به جهان گشود. پدرش چوپان آبادی بود، مردی صبور و آرام با چهره ای آفتاب سوخته و رنجیده. مادر رشید زنی مهربان و خوشرو بود که علاوه بر کار طاقت فرسا برای ثروتمندان روستا، با صبر و حوصله به فرزندانش که در کار چوپانی به پدرشان کمک می کردند رسیدگی می نمود. رشید هنوز کودک بود که پدرش را کار بیوقفه و طاقت فرسا از پای در آورد. از آن پس رشید می بایست برای تأمین زندگی بخور و نمیرشان هم دوش مادر و برادرانش برای ثروتمندان کار می کرد. پس از چند سال خانواده رشید از روستای تازاوا به روستای باغچله در همین ناحیه کوچ کردند. رشید نوجوان برای امرار معاش خانواده‌اش در جستجوی کار راهی شرکت‌های ساختمانی در تهران و دیگر شهرها شد. وی ماه‌های زیادی از سال را در شهرهای دوردست می‌گذراند و با تحمل کار سخت مقدار پولی که به دست می‌آورد برای خانواده می‌برد و بدین وسیله زندگی فقیرانشان را می‌گذراندند. در سال 1356 او را به سربازی به شهر اصفهان بردند. پس از یک سال سربازی و هنگام شروع مبارزات توده‌ای علیه رژیم شاه، او را با سربازان دیگر مأمور کنترل کارگران ذوب آهن اصفهان کرده بودند. اما او که در زندگی تحت حاکمیت رژیم صفاک شاهنشاهی رنج و مشقات زیادی کشیده بود و خود نیز مانند این کارگران استثمار شده بود، در اولین فرصت با کارگران تماس گرفت و مرتباً آنان را از اقدامات ارتش مطلع می کرد. از دستورات فرماندهان در مورد سرکوب اعتراضات و مبارزه کارگران ذوب آهن و تظاهر کنندگان سرپیچی می کرد، تا اینکه او را همراه چند سرباز انقلابی دیگر از آنجا منتقل نمودند. دیری نپایید که صف ارتش سرکوبگر شاه را ترک نمود و برای مبارزه با رژیم شاه و مالکان منطقه به روستای باغچله بازگشت. در جریان قیام توده‌ای سال 1357 و حاد شدن مبارزه مردم و زحمتکشان علیه رژیم شاه، همچون بسیاری از زحمتکشان و دوشادوش آنها در روستای باغچله و دیگر روستاهای ناحیه دیواندره علیه مالکین مبارزه کرد. بعد از قیام و هنگام تشکیل اتحادیه دهقانان، او نیز با شور و اشتیاق فراوان در اتحادیه دهقانان که مسلح بودند به فعالیت پرداخت. رفیق رشید از هنگامی که خودش در مبارزه علیه ظلم و ستم شرکت کرده بود و کومله را به مثابه سازمانی که از منافع زحمتکشان و ستم دیدگان دفاع می کند شناخته بود، پیگیرتر و با علاقه بیشتری به مبارزه پرداخت و فعال کومله شد. در این موقع با جمع‌آوری کمک مالی، همراهی واحدهای پیشمرگ در روستاها، پخش خبرنامه‌های کمله و تبلیغ سیاست‌های کمله و دعوت مردم به مبارزه و طرفداری از کمله، چه در شهر دیواندره و چه در روستای خودشان به فعالیت کمونیستی روی آورد.
رفیق رشید مصری با متانت خاصی که داشت در میان زحمتکشان منطقه محبوب بود و احترام خاصی برایش قائل بودند. بر اثر فعالیت‌هایی که به صورت علنی انجام می‌داد، در شهر دیواندره برای مزدوران شناسایی شده بود و سرانجام در بهمن ماه سال 1361 به صفوف پیشمرگان کومل پیوست. رفیق رشید در صفوف پیشمرگان کومل نیز به تلاش و فعالیتی پیگیرانه پرداخت. متانت و صبوری و خستگی ناپذیری در انجام وظایف حزبی از خصوصیات برجسته این رفیق بودند. رفیق رشید در عرصه فعالیت نظامی نیز رفیقی جسور و فداکار بود و در اکثریت نبردهای سال 1362 در منطقه دیواندره، بانه و در داخل شهر سقز شرکت نمود و فداکاری‌های بسیاری از خود نشان داد. سال 1364 در دسته سازمانده قره‌طوراق قالقالی سازماندهی شد و در خرداد ماه سال 1365 به عضویت حزب کمونیست ایران درآمد و با احساس مسئولیت هرچه بیشتری به انجام وظایفش پرداخت. در طی این مدت رفیق رشید سواد خواندن و نوشتن یاد گرفت. متاسفانه در تاریخ 1 خرداد ماه سال 1366 در جریان توطئه مزدوران جمهوری اسلامی و مرتجعین محلی در روستای همارا از توابع دیواندره، رفیق رشید مصری عضو حزب کمونیست ایران و فرمانده نظامی دسته جان باخت. یادش گرامی و روحش پر رهرو باد. گرامی باد یاد انقلابی کمونیست رفیق شهلا بالاخانپور. 21 سال بود که تیرباران شد و راهنمای مبارزین و انقلابیون کمونیستی شد که باید سرمشق پیگیری، آشتی ناپذیری و فداکاری برای طبقه کارگر در نبرد علیه ستم سیاسی و طبقاتی باشد. او به هنگام بازجویی نام طلعت رهنما را بر خود نهاد و بر آن پای فشرد و با این نام نیست به جوخه آتش سپرده شد. رفیق شهلا بالاخانپور در فروردین ماه سال 1339 در خانواده زحمتکش تولد یافت. پس از اتمام تحصیلات ابتدایی و متوسطه
در سال 58 برای ادامه تحصیل وارد دانشکده مامایی شهر ری شد. نزدیکی با مردم و دردهای عظیم آنان باعث گردید که رفیق شهلا به تلاش برای کمک به رهایی آنان بپردازد. او در چنین راهی بود که با مارکسیسم آشنا گردید و به زودی به همراه چند نفر دیگر از رفقایش گام در راه مبارزه به خاطر تحقق سوسیالیسم، تنها راه رهایی کارگران و زحمتکشان نهاد. با آشنایی به مواضع راه کارگر در اواخر تابستان 59 به این سازمان پیوست. بعد از آن که رژیم ضد انقلابی جمهوری اسلامی قفل‌های اختناق را بر در دانشگاه‌های کشور آویخت، رفیق شهلا با الهام و انگیزه های نیرومند طبقاتیش تمام وقت و انرژی بیکران خود را صرف شرکت در مبارزات توده ها و ارتقای آگاهی و متشکل نمودن آنان نمود. شور و تحرک انقلابی، روحیه رزمنده، صمیمیت بیکران، جسارت و فداکاری فوق‌العاده از رفیق شخصیتی دوست داشتنی و کمونیستی دلیر ساخته بود. یکی از رفقای همرزم او در قسمتی از نامه‌اش به مناسبت شهادت قهرمانانی رفیق می نویسد: روزها ساعتها در پی فروش و پخش نشریه و اعلامیه در خیابانها راه می رفت. پوستر می چسباند و بیباکانه نام نشریه راه کارگر را در خیابانها فریاد می کرد و به قول خودش بذرهای آگاهی را می افشاند. بدین سان این روح بیقرار و شیفته لحظه ای آرام و قرار نداشت و تمام هستی خیش را در نبرد برای سوسیالیسم و آزادی و رهایی کارگران و زحمتکشان گذارده بود. روز شنبه 30 خرداد ماه 60، پاسداران مزدور جمهوری اسلامی رفیق شهلا را از خیابان‌ها رو بودند و سحرگاه یک شنبه او را به همراه چندین کمونیست انقلابی دیگر در حالی که سرود می‌خواندند به جوخه اعدام سپردند. بدین سان پیکر این زن پیکارجو، این کمونیست جوان و انقلابی پرشور در خون نشست تا در تباهی و ذلت قدم نگذارد. او همچون ستاره‌ای در ظلمت طلوع کرد تا راهنمای رهایی زنان ایران باشد. راهش پر رهرو باد.
گرامی باد یاد رفیق یحیی لطفی، عضو حزب کمونیست ایران و پیشمرگ فداکار کمله. خاطره ی فداکاری ها و از خودگذشتگی ها، خوشرویی ها و صمیمیت های رفیق یحیی لطفی در قلب همسنگرانش و آنانی که او را از نزدیک می شناختند همواره زنده است. رفیق یحیی کارگری بود که چون میلیون ها انسان با رنج و سختی و ستم دیدگی دست و پنجه نرم کرده بود. او نیز از نسل نوجوانانی بود که در جریان به پا خواستن توده های مردم کردستان علیه رژیم شاه و سپس جمهوری اسلامی فعالیت داشت. رفیق یحیی لطفی سال 1341 در روستای قلاکان قره‌توره از توابع دیوان دره در خانواده زحمتکش و تنگ دست متولد شد. پدرش آسیابان بود و مادرش در خانه اربابان روستا خدمتکاری میکرد. او نیز از همان کودکی ناچار به کار چوپانی مشغول بود. گرچه بار سخت این کار طاقت فرسا بر دوشش سنگینی میکرد، اما توانست تا 5 کلاس درس بخواند. 13 ساله بود که کار کارگری و کشاورزی و ساختمانی را شروع کرد و پس از مدتی همراه با تعدادی دیگر از کارگران روستا زادگاهش را برای یافتن کار راهی شهرهای ایران ترک کرد. سال 1355 در شهر سقز ضمن کار ساختمانی و رنگرزی و نقاشی به تحصیل ادامه داد. سپس به سنندج رفت و در همان جا نیز ضمن درس خواندن به کار کارگری پرداخت. رفیق یحیی لطفی در شهر سنندج بسیار زود توانست با مردم محلهی که در آن زندگی میکرد آشنا و صمیمی شود. آنان نیز او را دوست داشتند و مورد احترام و اعتمادشان بود. وی که دوران نوجوانیش همراه بود با کار کردن در دیگر شهرهای ایران و نیز گذراندن زندگی سخت و کم درآمد، هر روز که می گذشت ستم و نابرابری را بیشتر لمس می کرد. پا به پای آشنا شدن هرچه بیشترش با زندگی هم طبقه هایش و دیدن و چشیدن محرومیت ها و بی حقوقی های اجتماعی نسبت به نظام ظالمانه سرمایه‌داری کینه و نفرت عمیقی پیدا کرد. کینه و نفرتی که آگاهی طبقاتی را در او شکل داد و به او آموخت که چگونه از منافع خود و هم طبقه هایش دفاع کند. این شناخت یحیی از وضع موجود عزمش را برای شرکت در مبارزات توده‌ای سال 1357 جزم کرد و به هواداری از سازمان چریک های فدایی خلق ایران پرداخت. فعالیتش را در سازمان دادن اعتراضات دانش آموزی آغاز کرد. او همچنین در تمام مبارزات و اعتراضات مردم شهر سنندج علیه سرکوبگران جمهوری اسلامی، به خصوص جنگ 24 روزه در این شهر، فعالانه شرکت کرد. یحیی لطفی در سال 1360 از طرف مزدوران رژیم شناسایی و دستگیر شد. مدت 2 سال در زندان‌های سنندج و اوین در تهران زیر وحشیانه‌ترین شکنجه‌های جنایتکاران جمهوری اسلامی قرار گرفت. اما کینه و نفرتی که نسبت به این نظام داشت عمیق‌تر از آن بود که اراده انقلابیش را در هم شکند. زمانی که در سیاه‌چال‌های رژیم زندانی بود، با رفقای جانباخته جمیل ارجمند و خسرو ساعدی آشنا شد و از همان هنگام پیوند مبارزاتی خود را با کمله برقرار کرد. وقتی نتوانستند از وی اطلاعاتی به دست بیاورند، آزادش کردند. وقتی در بهار سال 1365 مزدوران رژیم می‌خواستند او را مجدداً دستگیر کنند، با اعتراض وسیع مردم روستای قلاکان روستای زادگاهش روبرو شدند و نگذاشتند وی را بازداشت کنند. رفیق یحیی در تابستان سال 1365 به صفوف پیشمرگان کمله پیوست. پس از گذراندن دوره آموزش سیاسی و نظامی در گردان کاوه، از گردانهای رزمی و عملیاتی پیشمرگان کمله سازماندهی شد. با عشق و علاقه‌ای که رفیق یحیی به مبارزه و فعالیت در جهت پیشبرد اهداف و آرمانش از خود نشان می‌داد، روز به روز فعالانه تر قدم پیش می‌گذاشت و بسیار زود با همسنگرانش درآمیخت. در کار نظامی استعداد و جسارت چشمگیری از خود نشان می‌داد و در ده‌ها عملیات پیشمرگان کمله علیه مزدوران جمهوری اسلامی در نواحی و شهرهای دیوان دره و سقز شرکت نمود. رفیق یحیی
در سال 1367 به عضویت حزب کمونیست ایران درآمد. اما متاسفانه تداوم فعالیت‌های انقلابی و کمونیستیش پس از آن زیاد طول نکشید. او در شب 27 شهریور ماه سال 67 در جریان کمین‌گذاری پیشمرگان کومله در جاده سقزبانه علیه نیروهای سرکوبگر رژیم در حال پیشروی به سوی نیروهای رژیم مورد اصابت گلوله مزدوران جهل و سرمایه قرار گرفت و جان باخت. یاد رفیق یحیی لطفی در دلهای من زنده و جاودان است. گرامی باد یاد زحمتکش آگاه رزمنده رفیق عبدالله محمدی. خرداد ماه سال 1362 بود که خبر اعدام رفیق عبدالله محمدی صوفی عبدالله توسط جنایتکاران جمهوری اسلامی اهالی زحمتکش روستای حال در روی بخش سارال ناحیه سنندج را در ماتم فرو برد. آنها در مرگ عزیزی به سوگواری نشسته بودند که سالهای بسیاری شریک غم و شادیشان بود. در حل مشکلاتشان آنها را یاری می‌داد و در مبارزاتشان هدایتگر و راهنما بود. تنین کلام او را به خاطر می‌آورند که در جمع‌ها و محافل خانوادگیشان این گونه سخن گفت: چرا ما بایستی شب و روز جان بکنیم اما سفره‌هایمان خالی و بی‌رونق و زن و فرزندانمان گرسنه و محروم باشند؟ چرا باید ثمره رنج و تلاش ما را عده‌ای معدودی به جیب بزنند؟ ثروت ها بیندوزند و در ناز و نعمت به صبر برند. باید چاره اندیشید، نباید به این وضع مشقت بار تن داد. به همان اندازه که اندوه و غم اهالی زحمتکش روستای حال دره سنگین بود، نفرت و بیزاری از جلادانی که یار و مشاور صمیمی و صادقشان را از آنها گرفته بودند در قلب هایشان انباشته می شد. اکنون پس از چند سال خاطره فداکاری های رفیق عبدالله هنوز در قلب اهالی این روستا و روستاهای بخش سارال سنندج زنده است. رفیق عبدالله محمدی زحمتکش آگاه و هوشیاری از اهالی روستای حال دره بود. 56 سال سن داشت و اندوخته ای از تجارب مبارزاتی. ستم و نابرابری را از همان دوران کودکیش که ناچار شد برای کمک به تأمین معاش خانوادهش در مزارع کار کند لمس کرد. نسبت به مالکان مرتجع و سودجو که شیره جان زحمتکشان را میمکیدند کینه و نفرتی عمیق داشت. 18 ساله بود که تأمین گذران خانواده بر دوشش قرار گرفت. او نمیتوانست وضع زندگی خود و دیگر زحمتکشان را ببیند و ساکت بنشیند.
آرزوی یک زندگی شایسته انسانی برای کارگران و زحمتکشان در دلش ریشه دوانیده بود و همواره به رهایی از ظلم و ستم جامعه موجود می‌اندیشید. در جمع‌ها و محافل دیگر زحمتکشان روستا حضور می‌یافت و با آنها از ستم و نابرابری‌ها و راه چاره سخن می‌گفت. مزدوران رژیم شاه و مالکان مرتجع منطقه وجود او را خطری برای خود می‌دانستند و در تلاش بودند که جلوی فعالیت‌ها و افکار انقلابی او را سد نمایند. دستگیر و زندانیش کردند. به اذیت و آزارش پرداختند، اما رفیق عبدالله همچنان شور و عشق به رهایی و برابری را در میان زحمتکشان می‌پراکند. رفیق عبدالله سال‌های 1353 و 1354 در ارتباط با رفقای جان باخته کامله، حسین پیرخضری و جمیل زکریایی با سیاست‌ها و اهداف انقلابی و کمونیستی آشنا شد و با کامله پیوند تشکیلاتی برقرار کرد. در دوره انقلابی سال 1357 فعال و پرشور به میدان مبارزه آمد و دوشادوش کارگران و زحمتکشان دیگر در مبارزات پرشور آن دوران شرکت کرد و آنگاه که رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی حاکمیت خود را به توده‌های مردم ایران تحمیل کرد و یورشی درندانه را برای بازپس گرفتن دستاوردهای مردم کردستان آغاز کرد، رفیق عبدالله به فعالیت مسلحانه علیه آن پرداخت و در آزاد ساختن شهر دیوان دره از چنگال مزدوران اشغالگر جمهوری اسلامی فعالانه شرکت نمود. در همین مقطع در چندین مأموریت تشکیلاتی به مثابه یکی از پیشمرگان رزمنده کامله شرکت کرد و در مصادره زمین‌های مالکان چندین روستای منطقه سارال به یاری زحمتکشان شتافت. بعد از اتمام موفقیت‌آمیز این مأموریت‌ها، وظایف و فعالیت‌های انقلابیش را در مقر پیشمرگان کامله در محله گردیگرال ادامه داد و به دنبال آن در جنگ حماسی 24 روزه و دفاع از شهر سنندج شرکت کرد. پس از اشغال شهر سنندج توسط مزدوران جمهوری اسلامی، رفیق عبدالله فعالیت‌هایش را در روستاهای منطقه سارال ادامه داد. علاوه بر فعالیت‌های سیاسی مبارزاتی، تأمین زندگی خانواده نیز بر دوشش بود. زحمتکشان منطقه سارال او را یاور روزهای سخت خود می‌دانستند. کوچکترین مسائل و مشکلات زندگیشان را با وی در میان می‌نهادند و از وی یاری می‌خواستند. رفیق عبدالله سال 1361 در حالی که در روستای محل سکونتش همچون همیشه با دستان پرتلاش مشغول کار کشاورزی بود، توسط افراد جمهوری اسلامی دستگیر شد. یک سال تمام شیوه های گوناگون و وحشیانه شکنجه را در موردش به کار بستند تا جایی که یک دستش را نیز در اثر شکنجه از دست داد. مزدوران قصد داشتند با شکنجه و آزار جسمی و روحی شخصیت انسانی و انقلابی و اراده استوار و رزمنده رفیق عبدالله را در هم شکسته و او را وادار به سخن گفتن نمایند. اما اراده مقاوم وی آرزوی جلادان جمهوری اسلامی را نقشه برآب کرد. او در زندان نیز سرمشقی برای دیگر زندانیان شده بود و بدین سان زندان نیز عرصه دیگر از مبارزه برای رفیق عبدالله بود. او نمی توانست و نمی خواست که تن به قوانین وحشیانه زندان بدهد و سایر زندانیان را نیز به مبارزه و مقاومت علیه این قوانین دعوت می کرد. جلادان جنایتکار جمهوری اسلامی بیش از این تحمل این زحمتکش آگاه و انقلابی را نداشتند و در تاریخ 19 خرداد ماه سال 1362 در زندان قزلحصار وی را تیرباران کردند. یاد او را با ادامه راه پر افتخارش گرامی می‌داریم.
تو بی سببی نیستی. به راستی صلت کدام قصیده ای غزل، ستار باران جواب کدام سلامی به آفتاب از دریچه تاریک. پس پشت مرد و مکانت فریاد کدام زندانیست که آزادی را به لبان برآماسیده گل سرخی پرتاب می کند؟ برنه این ستاره بازی هاشا چیزی به دهگار آفتاب نیست. نگاه صدای تو ایمن می شود چه مؤمنان نام مرا آواز می کند و دلت کبوتر آشتیست بر خون تپیده به بام تلخ. چه بالا چه بلند پرواز. گرامی باد یاد رفیق عباس تنکابونی قزوینی تبار. رفیق عباس در سال 1333 در شهر قزوین به دنیا آمد. هنوز در سنین کودکی بود که پدرش در نتیجه بیماری و به علت تنگ دستی و نرسیدن به موقع به پزشک درگذشت. این مسئله باعث شد که عباس از سن 10 سالگی برای تأمین معاش خانوادهش به کارهایی چون بنایی، نقاشی ساختمان و کارگری روی آورد. او ضمن تحصیل کار می‌کرد و در همین دوره با رنج و سختی خو گرفت و رشد یافت و آموخت که چگونه باید متکی به خود با سختی ها مبارزه کند. عباس در سال 55 پس از اخذ دیپلم و پایان دوره سربازی وارد مدرسه عالی ساختمان گردید. در آنجا علی‌رغم بی تجربگی و فقدان رابطه با سازمان های سیاسی به همراه سایر همرزمانش محفلی را سازمان داد و به آگاهگری در میان دانشجویان پرداخت. تنها در نتیجه کوشش های او و یارانش بود که مدرسه عالی ساختمان که قبلا در آن فعالیت قابل توجهی صورت نگرفته بود در جریان سالهای پیش از انقلاب تحرک یافت و فعالانه در مبارزات سال 57 شرکت نمود. با اوجگیری مبارزات توده ها در سال 57 عباس با شوری وصف ناپذیر در تظاهرات مردم شرکت می جست. او همیشه در کوچه و خیابان در هر حرکتی نقشی فعال به عهده می گرفت و در همین دوره نیز با مارکسیسم و خط مشی انقلابی لنین آشنا گردید و در سال 58 به یکی از محافل اولیه سازمان راه کارگر پیوست. او که در همین سال وارد دانشکده حقوق دانشگاه ملی گردیده بود، مسئولیت سازماندهی هواداران سازمان در این دانشگاه را به عهده گرفت. عباس رفیقی بسیار صمیمی بود و خیلی زود با مردم جوش می‌خورد، به طوری که نزدیکانش او را مظهر اخلاق انقلابی می‌دانستند. او در دوره‌ای که مسئولیت فروش نشریات سازمان و بساط تبلیغی در محله نازی‌آباد را به عهده داشت، آنچنان محبوبیتی در میان مردم به دست آورده بود که هنگام حمله اوباش حزب‌اللهی به بساط سازمان‌های سیاسی مردم از او حمایت می‌کردند. عباس رفیقی جسور و خستگی ناپذیر بود. او در جریان یورش ارتجاع به دانشگاه‌ها تمام شبانه روز را در دانشگاه ملی گذراند و به سازماندهی مقاومت در سنگر دانشگاه پرداخت و پس از آن نیز به صفوف مقاومت در دانشگاه تهران پیوست. سرانجام رفیق عباس در 23 مهر ماه سال 60 دستگیر گردید و پس از تحمل شکنجه های بسیار بی آنکه قفل از سینه اسرار بردارد، با مقاومت قهرمانانه خود، با تنی نحیف اما اراده پولادین، طعم شکست را به دشمن زبون چشاند و بدین سان رزم پیروزی را با ستم دیدگان و لگد مال شدگان در میان گذاشت. یادش گرامی باد.
چی باز اومد و شب شد گریزون گله صبح خوشی باز اومد و شب شد گریزون بینندگان گرامی برنامه یاد جان باختگان راه سوسیالیسم، آنچه در برنامه این هفته به سامتان رسید یادنامه رفقا رشید مصری، شهلا بالاخانپور، یحیی لطفی، عبدالله محمدی و عباس تنکابونی قزوینی تبار بود. ضمن گرامی داشت مجدد یاد این رفقا و تمامی جان باختگان راه آزادی و برابری و با این امید که این برنامه مورد توجه و رضایت خاطر شما عزیزان بوده باشد، در خاتمه برای همه شما عزیزان آرزوی سلامتی و سربلندی داریم. بدرود.